مهمترین خبرها. سفر نماینده ویژه پاکستان به کابل. امیرخان متقی در دیدار با نماینده ویژه پاکستان اطمینان داده که افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. صرف به جهان نشان می‌ده که کنترل سیاست خارجی افغانستان به دست ماست و ما یک مجری کشور هستم. از انزوای جهانی تا اطمینان از خود اتکایی. سراج الدین حقانی میگوید امارت اسلامی نیاز به مشروعیت جهانی ندارد. مکسر ایسو همکاری نوکی در درس اختل قوم چی ترسنگ بولار دید. القاعده بهانه برای حمله به افغانستان. معاون سیاسی رئیس وزیران میگوید اسامه بن لادن بهانه امریکا برای حمله به افغانستان بود. اسامه یا بهانه کو اسامه که در افغانستان نه پخپل خوخه وتلی هم وای بیا به هم امریکا او داغوی مرګلو په افغانستان حمله کوله دا یقینی خبره وه. و با آتش کشیدن سفارت سویدن در عراق. معترضان به صدور مجوز پلیس برای سوزاندن قرآن در سویدن، سفارت این کشور در بغداد را به آتش کشیدند. با درود و مهر بر شما، من طیب صدیقی هستم و شما هم بیننده این ساعت خبری با من از یک هستید. امروز پنجشنبه برابر است با 29 سرطان سال 1402 خورشیدی. مشروع خبرها. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان بار دیگر گفته که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور تهدید وجود ندارد و از سوی افغانها به کس آسیب نمی رسد. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در رشته توییت نگاشته که دو طرف در این دیدار روی گسترش روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کردند. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ضمن تبریکی تامین ثبات و امنیت سراسری در کشور گفته که در بخش امنیت و تجارت با افغانستان همکاری میکند. حسای همشیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه با سفیر ناروی برای افغانستان دیدار کرده و دو طرف روی تامین امنیت و مبارزه با مواد مخدر در کشور بحث و گفتگو کردند. همیرا یوسفی جزئیات می‌دهد. افغان‌ها هرگز به کسی آسیب نمی‌رسانند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان بار دیگر گفته که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور تهدید وجود ندارد و از سوی افغان‌ها به کسی آسیب نمی‌رسد. افغان ها هرگز به کس آسیب نمی رسانند. ما اجازه نمی دهیم از خاک ما در برابر هیچ کشور استفاده شود و همیشه برای صلح و ثبات در منطقه تلاش می کنیم. ملت افغانستان شاید از هر موقعی که در سطح بندلی جلسه نشست صحبت در مورد افغانستان مطرح می شه، پاکستان یک حیات را به افغانستان می فرسته و یا یک حیات را از افغانستان دعوت می کنه. بنابر واده های یا مشکلات امنیتی، اقتصادی و سرحدی مهاجرین که در هیچ وقت وفا نکرده، صرف به جهان نشان می‌ده که کنترل سیاست خارجی افغانستان به دست ماست و ما یک مجری کشور هستم. بنان هر کاری که میکنن از طریق ما بد اجرا شود و در این مسئله کمیشن میگیره و پول به دست میاره. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در رشته توییت نگاشته که در این دیدار ضمن ابراز امیدواری برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه، آقای متقی گفته که برای توسعه روابط نیازمند کار مشترک دو کشور است. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان ضمن تبریکی از تامین ثبات و امنیت سراسری در کشور گفته که در بخش امنیت و تجارت با افغانستان همکاری می کند. پس از 14 جنگ و مشکلات، ثبات و امنیت سراسری را به شما تبریک می گوییم. صلح منطقه‌ای به نفع همه است و ما در زمینه امنیت همکاری خواهیم کرد. گفتنی است که در این دیدار آقای درانی وعده همکاری برای سرگیری کار ترمیم جاده جلال آباد دورخم و ایجاد تسهیلات برای مسافران و بیماران افغانستان را نیز داده است.
از سوی همشیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر ناروی برای افغانستان دیدار داشته و دو طرف روی تامین امنیت و مبارزه با مواد مخدر در کشور بحث و گفتگو کردند. آقای استانکزی گفته که حکومت کنونی افغانستان متحد به محو کامل مواد مخدر است و این امر را در عمل نیز ثابت کرده، اما جامعه جهانی تا حال هیچ گونه مسئولیت را در این زمینه انجام نداده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله میگوید که امارت اسلامی نیاز به مشروعیت جامعه جهانی ندارد. آقای حقانی در نشست شورای آلمان و شمار از بزرگان قوم احمدزی گفته که حکومت که پشتیبانی مردم را با خود داشته باشد نیاز به برسمیت شناختن جهانی ندارد. آقای حقانی همچنان تاکید کرده که نظام زمان مستحکم میگردد که افراد جامعه همدیگر پذیر باشند و منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله میگوید که امارت اسلامی نیاز به رسمیت شناختن جهان را ندارد. وزارت امور داخله در خبرنامه ای گفته که آقای حقانی در نشست شورای علما و شماری از بزرگان قوم احمدزی گفته است که حکومت که پشتیبانی مردم را با خود داشته باشد نیاز به رسمیت شناختن جهان را ندارد. بسم الله امید نورم پیدا شد. چی موږ داسې کولای شو چې په اوسني وخت کې چې که موږ هیڅوک په رسمیت ونه پیژني، موږ سره هیڅوک همکاري نه وکړي، د داسې غښتلی قوم چې تر څنګ ولاړ وي، او انشاءالله افغانستان به بقا پیدا کوي، افغانستان به ترقي پیدا کوي، افغانستان به نور هم د ده خپلواکي چې ده دا به نور هم مضبوطه کیږي. سرپرست وزارت امور داخله همچنان گفته که کشورهای جهان برای از بین بردن وحدت قومی در افغانستان تلاش دارند. آقای حقانی همچنان تاکید کرده که نظام زمان مستحکم می‌گردد که افراد جامعه همدیگر پذیر باشند و منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند. ملی منافع و ملی مصالح مختص چکم دی، اسلامی منافع و مصالح چکم دی، اغه مختص نظر انداز کوي، نظر نه اچوي، خپل شخصي منافع شخصي ګټه ته اولیت ورکوي، بیا دغه وحدت چې دی نه پاتې. با این حال سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله از تمامی افغان ها می خواهد که تا با امارت اسلامی برای عملی کردن پروژه ها در کشور همکاری کنند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران گفته که اسامه بن لادن بهانه امریکا برای حمله به افغانستان بود. معاون سیاسی رئیس وزیران روز گذشته در دیدار با شمار از بزرگان مردمی همچنان تأکید کرده که امارت اسلامی خواهان روابط نیک با جامعه جهانی است. همزمان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفته که حکومت سرپرست تلاش دارد تا افغانستان را به مرکز ترانزیت منطقه تبدیل کند. دیدار معاون سیاسی رئیس وزیران با شماری از بزرگان ولایت‌های خوست و بغلان. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران در این دیدار میگوید که اسامه بن لادن بهانه آمریکایی ها بود تا به افغانستان حمله ور شوند. امارت اسلامی می افزاید هر کسی که هدف بدنام کردن نظام را داشته باشد دشمن همه مردم افغانستان است. اسامه یو بهانه کو، اسامه که در افغانستان نه پخپل خوخه وتلی هم وای، بیا به هم امریکا او داغوی مرګلو په افغانستان حمله کوله، دا یقینی خبره وه. تاسې داسې نه ووایئ چې اسلامي امارت د یو چا په سر باندې د افغانستان د مشکلاتو سره مخامخ کو. اول خدا دا د امیرالمؤمنین صاحب دپاره د غیرت خبره وه چې موږ په اسلامي تاریخ کې د مسلمانانو دپاره یو پیغور پرې نښودل چې موږ یو مسلمان کافر ته په لاس باندې ورکو. خو په دې باید هم پوه شو چې که دا مسلمان په خپله خوښه د دې ملک نه وتلی وای، بیا هم د امریکا او د ناټو حمله په افغانستان حتمي وه. معاون سیاسی رئیس وزیران همچنان میگوید که امارت اسلامی بر اساس ارزش‌های اسلامی و ملی خواهان روابط نیک با جامعه جهانی است. لکه څنګه چې زمونږ ملک په اقتصادي میدان کې مخ په وده باندې روان دی، د ترقۍ خواته روان دی، همداسې په سیاسي میدان کې هم موږ د دنیا سره حسنه روابط غواړو. منګه نه غوړو چې د دنیا سره د افغانستان د غیرتی ولس نور په ټکرونو کې راولو. در ادامه این نشست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه میگوید جهان بر تغییرات مثبت در افغانستان اعتراف دارد. او تاکید دارد که حکومت سرپرست در تلاش تبدیل افغانستان به مرکز ترانزیت منطقه است. موږ غواړو چې افغانستان په سیمه کې د اقتصاد په مرکز بدل شي،
د اتصال په مرکز بدل سي، د ترانزیت په مرکز بدل سي. د افغانستان مشکل په خبرو یوازې نه حل کیږي، د افغانستان مشکل په دې نه حل کیږي چې موږ دی وکلی دی ویول سوالی دی ولایت وړکای مشکل ور حل کو. مهمه دا ده چې په دې جنگ ځپلې هیواد کې یو لوی اقتصادي بدلون راسي، خلکو ته د کار فرصتونه برابر سي، سرمایه‌دارانو ته د سرمایه گذاری زمینه مساعده سي. این سخنان در حال مطرح می شود که حکومت سرپرست افغانستان با معضل های چون انزوای جهانی، چالش های امنیتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران امارت اسلامی از تامین امنیت در روزهای محرم اطمینان داده است. دفتر ریاست وزیران هم از ایجاد کمیته ویژه به هدف تامین امنیت روزهای محرم با عضویت برخی از وزارت‌ها و ریاست‌ها از سوی رهبری امارت اسلامی خبر داده است. معاون سیاسی رئیس وزیران همچنان تأکید کرده که تمامی اداره‌های امنیتی برای تامین امنیت دهه محرم تلاش خواهند کرد. اطمینان امارت اسلامی از تامین امنیت در روزهای محرم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران امارت اسلامی از تامین امنیت روزهای محرم اطمینان داده است. دفتر ریاست وزیران هم از ایجاد کمیته ویژه به هدف تامین امنیت روزهای محرم با عضویت برخی از وزارت‌ها و ریاست‌ها از سوی رهبری امارت اسلامی خبر داده است. بنابر هدایت رهبری امارت اسلامی، کمیته ویژه برای تامین امنیت روزهای محرم ایجاد شد. این کمیته با عضویت برخی وزارت‌ها و ریاست‌های امارت اسلامی به هدف هماهنگی بهتر میان شهروندان به ویژه اهل تشیع و انجام مراسم آنان به گونه‌ای بهتر تشکیل شده است. ارگان‌های کشفی و استخباراتی امارت اسلامی افغانستان نه تنها مسئولیت و مکلفیت تامین امنیت شهروندان را دارد، بلکه مسئولیت و مکلفیت تامین امنیت مساجد، منابر و تجلیل از روزهای مذهبی شهروندان را دارد. معاون سیاسی رئیس وزیران امارت اسلامی همچنان تأکید کرده که تمامی اداره های مربوطه برای تامین امنیت تلاش می کنند. در نتیجه مجالس تصمیم گرفتن یک فلان را جور کردن که انشالله به تطبیق آن فلان برادرای اهل تشیع ما خود تانستن که در فضای امن مراسم مذهبی خود به پیش ببره. همزمان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با شماره از عالمان دین و بزرگان اهل تشیع دیدار کرده است. آقای حقانی در این دیدار از تامین امنیت در روزهای محرم با آنان اطمینان داده و افزوده که نیاز است تا شهروندان در این راستا با نیروهای امنیتی همکاری داشته باشند. هدایت الله بدری سرپرست بانک مرکزی با رضا اتون‌بایوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرده است. بانک مرکزی در اعلامیه گفته که در این دیدار روی همکاری‌های مشترک در زمینه رفع محدودیت‌های بانکی، رشد تجارت‌های کوچک و موضوعات مرتبط با بانکداری در افغانستان بحث و گفتگو شده است. با این حال رئیس یونما گفته که واحد پولی افغانی در مقایسه با واحدهای پولی بسیاری از کشورهای جهان پیشرفت شگفت‌انگیز داشته و یکی از باثبات‌ترین واحدهای پولی جهان به شمار می‌رود. سید محمد سهرابی گزارش می‌دهد. ابراز خوشبینی از ثبات پول افغانی. هدایت الله بدری سرپرست بانک مرکزی با رضا اتون‌بایوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف روی همکاری های دو جانبه در زمینه رفع محدودیت های بانکی، رشد تجارت های کوچک و موضوع های مرتبط به بانکداری در افغانستان بحث و گفتگو کردند. بر بنیاد اعلامیه بانک مرکزی سرپرست این نهاد گفته که با وجود چالش های فراری بانکداری در افغانستان، سیستم بانکی به گونه خوب مدیریت شده و تناسب سرمایه بانک ها به طور کافی بلند بوده است. با وجود این همه چالش ها، بخش بانکداری افغانستان به گونه خوب مدیریت شده و تناسب سرمایه بانک ها به طور کافی بلند بوده است. بانک مرکزی با ایجاد کمیته ویژه برای بازیابی قرضه ها، بانک ها را پشتیبانی کرده که در نتیجه سود بانک ها نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر، سرپرست بانک مرکزی نیز با تعهد بر تمویل مالی تجارت های کوچک افزوده که چارچوب نظارتی جامع برای صدور جواز، خدمات و نظارت بر تجارت های کوچک مطابق با اصول اسلامی را نیز ایجاد کرده است. دید و دید سرپرست بانک مرکزی با نهادهای
معتبر و نماینده های ارگان های مختلف از قبیل سازمان ملل متحد میتونه که یک گام مثبت باشه و اگه اینا بتانن که در قدم اول رابطه بانک مرکزی را با بانک های مرکزی دیگر دنیا وصل نمایند و همچنان محدودیت هایی که بالای بانک های خصوصی وضع شده ای را سهل تر بسازن. همزمان در این دیدار نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان مدیریت خوب سیستم بانکداری در افغانستان را با وجود چالش های گوناگون اقتصادی ستایش کرده و در زمینه توسعه بخش بانکی و تمویل مالی اسلامی تجارت های کوچک وعده همکاری نیز داده است. با وجود چالش های گوناگون اقتصادی بخش بانکی افغانستان به خوبی مدیریت شده و فعالیت های اقتصادی افغانستان قابل ستایش است. ثبات پول افغانی در مقایسه با واحدهای پولی بسیاری از کشورهای جهان پیشرفت شگفت‌انگیز داشته و یکی از باثبات‌ترین واحدهای پولی جهان به شمار می‌رود. ثبات پولی افغانستان ناشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تعاملات تجارتی و اقتصادی که به گونه نرمال در افغانستان ادامه دارد و صادرات، افزایش صادرات می‌تواند که عمده دلایل در رابطه با ثبات پولی افغانستان باشه و همچنان کمک‌های خارجی هم در این رابطه تاثیر خود دارند و حل شدن مشکلات بانکی میتونه که در قسمت رشد کاروبارهای کوچک در افغانستان ما را کمک کنه. اما این در حال است که شمار از آگاهان اقتصادی بر این باورند که مسدود شدن دارایی‌های افغانستان از سوی جامعه جهانی و وضع محدودیت‌های بانکی پس از آگوست 2021 میلادی در افغانستان سبب بحران اقتصادی شده است. نخستین پرواز مستقیم پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی از ولایت بلخ به ترکیه آغاز شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی میگوید پس از این هفته یک پرواز به مقصد ترکیه صورت خواهد گرفت. این در حال است که طی دو سال پسین آمار پروازها از فرودگاه‌های افغانستان به گونه بی‌پیشینه کاهش یافته است. روند گرفتن آزمون کنکور سال جاری امروز در 11 ولایت کشور آغاز شده است. اداره ملی امتحانات میگوید در دور نخست برگزاری آزمون کنکور ولایت‌های بامیان، دایکندی، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوگر، بغلان، سرپل و تخار شاملند. دور نخست آزمون کنکور در این ولایت‌ها امروز و فردا ادامه داشته و حدود 24,000 داوطلب در آن اشتراک خواهند کرد. این در حال است که پیشتر اداره ملی امتحانات گفته بود که تنها داوطلبان پسر در آزمون کنکور امسال شرکت میتوانند. آغاز آزمون سراسری کنکور در کشور، اداره ملی امتحانات اعلام کرده که روند گرفتن آزمون کنکور در 11 ولایت سر از امروز آغاز شده است. این نهاد در خبرنامه گفته که دور نخست آزمون کنکور در ولایت‌های بامیان، دایکندی، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیکا، خوست، لوگر، بغلان، سرپل، تخار امروز و فردا برگزار می‌شود. هیئت برگزاری آزمون اداره ملی امتحانات به تمام ولایت‌ها سفر کرده و در هماهنگی با مسئولان مربوطه ولایت‌ها روند آزمون زیر نظارت جدی پیش می‌رود. با باور من اشتراک دختران در آزمون عمومی کنکور سال 1402 در گام نخست حذف سیستماتیک زنان و دختران از نظام تحصیلات عالی افغانستان و در گام بعدی حذف آنها از کل اجتماع محسوب می شود. چون با بی‌سواد نگه داشتن و محروم کردن جامعه زنان افغانستان از تعلیم و تحصیل در واقع تعلیم و تحصیل در بین آنها عمومیت خواهد یافت و با گذشت زمان از همه بخش‌های اجتماع حذف خواهند شد. در سوی دیگر اداره ملی امتحانات بیشتر گفته بود که تنها داوطلبان پسر در آزمون کنکور امسال شرکت کنند. نینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور بانوان و حقوق بشر افغانستان میگوید که حکومت سرپرست باید به بانوان اجازه اشتراک در آزمون کنکور را بدهد. از خواست دختران افغان برای اجازه شرکت در امتحان کنکور پشتیبانی میکنیم. موفقیت آنها موفقیت افغانستان خواهد بود و تأمین نفقه، بهبود اقتصاد و آینده را در پی خواهد داشت. طالبان باید کشور و مردم را بر ایدئولوژیشان ارجحیت دهند. یکی از کسانی هستم که از امتحان کنکور باز موندند، یعنی امیدهایش پر شده. ما همه ما امید داشتیم که شاید در اوج نامیدی ها همه ما یک امید داشتیم و امتحان کنکور بود. امتحان از ما گرفته نشد. تا
پول ما عرض شد، امیدواری داده شد که امتحانتان گرفته میشه. بعدش دیگه که دلخواهتان از میتونی راه پیدا کنین، ولی هیچ امتحانی گرفته نشد. همه دخترها امیدهایشان پرپر شد. با این حال دانش آموزان دختر میگوید که برای دریافت فرم شمولیت در کنکور امسال 450 افغانی پرداخت کرده اند. داوطلبان دختر که قرار بود در این آزمون شرکت کنند حالا از امارت اسلامی میخواهند تا در تصمیمشان در این مورد بازنگری کرده و با آنان اجازه اشتراک در آزمون کنکور را بدهند. مهمترین های امروز جهان را هم در بسته خبری بیننده باشید. شهروندان عراقی در اعتراض به صدور مجوز پلیس سویدن به یک تجمع اعتراضی احتمالی که در آن قرآن و پرچم عراق سوزانده خواهد شد، بامداد امروز به سفارت سویدن در بغداد یورش بردند و آنجا را به آتش کشیدند. مقام های سویدن تا کنون به این اقدام واکنش نشان ندادند، اما وزارت خارجه عراق اقدام معترضان را محکوم کرده است. رویترز نوشته است این اعتراضات را حامیان مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی را اندازی کردند. خبرگزاری سویدنی تی تی چهارشنبه گزارش داده که پلیس سویدن به تازگی درخواست برگزاری یک تجمع در بیرون سفارت عراق در استاکهلم را پذیرفته است. این خبرگزاری افزوده که درخواست دهندگان به دنبال آتش زدن قرآن و پرچم عراق هستند. طبق این گزارش قرار است دو تن در این تجمع شرکت کنند که یک از این افراد همان شهروندی است که پیشتر نسخه ای از قرآن را در خارج از مسجد در استاکهلم آتش زده بود. چند پیش مرد در پایتخت سویدن با داشتن مجوز پلیس نسخه قرآن را در پایتخت سویدن آتش زد که با محکومیت گسترده بسیار از کشورهای مسلمان مواجه شد. پلیس سویدن این شهروند را به تحریک علیه یک گروه قومی متهم کرد. اسعار خارجی در برابر پول افغانی. این بود خبرها در این ساعت. ممنون از توجه و همراهیتان. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.